الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز هر جا که هستید سرفراز باشید و اما ما همچنان در شرح حدیث 19 حدیث 27 باب 19 از احادیث صحیح بخاری هستیم از همین ابتدا واحد علمی شبکه جهانی نور در روی سایت اونجا سری بزنید و بخش های قبلی رو هم مرور کنید و با مراجعه به بخش های اولی این حدیث و یا این باب به خوبی در میابید که این درس رو هم خواهید فهمید و درس امروز مقداری تخصصی تر هست از درس های قبلی و امروز درس هشتاد و یکم هست و امروز در مورد بعضی مساحل و اصطلاحات حدیثی حرف میزنیم. در واقع حدیث تنها وقتی که شهر صحیح بخاری رو میدیم مقصود ترجمه لفظی نیست یا فقط بپردازیم به برداشت های حدیث که برای عموم محل فایده است مسلما ولی برای طلاب علم و کسانی که خواهان بعضی از مثال و اصطلاحات جدیدی هستند و اون هم با توجه به کثرت به کار بردنشون در شبکه های توحیدی مخصوصا اینکه سند چی هست متن چی هست نمیدونم تخریج حدیث کدوم هست اقلا با این اصطلاحات مقداری آشنا خواهید شد در این درس که درس 81 هست و همچنان شرح باب 19 هم و حدیث 27 هم. امروز در مورد تخریجش خواهیم گفت چون در درس های قبلی در مورد شرح این متن صحبت کرده بودیم تخریج حدیث یعنی چی؟ این که میگیم تخریج حدیث خیلی وقت هست که میگیم تخریج حدیث تخریج حدیث یعنی اینکه یک حدیثی رو نسبت بدی به اون کتاب اصلی که با سند ذکر شده درش یعنی اگر به اون کتاب نسبت در کتاب فلانی در باب فلانی با این سند اومده در تخریج حدیث سند مورد نظر نیست به عنوان این که بگیم سندش رو زیاد توجه کنیم بیشتر متن مورد توجه هست میتونه سندها مختلف باشه ولی متن یکی باشه به اضافه اینکه گاهن اضافاتی هم ذکر میشه درش ببینیم این حدیث در کج... کجاهای دیگه اومده ما داریم شرح بخاری رو میدیم در کجاهای دیگه این حدیث وارد شده و این چه فایده ای داره برای اینکه شما بدونید در کجا آمده وقتی که میگیم در کتاب فلان و فلان و فلان و فلان ذکر کرده اگر اینها مصادر اصلی باشن یعنی کتب مورد اعتماد و اصلی باشن وقتی که میگیم اصلی یعنی این کتاب ها عادتا احادیث رو با سند ذکر میکنن و کامل ذکر میکنن مثلا به عنوان نمونه عرض میکنم ریاض و صالحین کتاب اصلی نیست از این جهت که سند ذکر نشده سند در ذکر نشده ولی از جهت اینکه متن احادیث هست بله احادیث ریاض الصالحین بیشترشون مورد اعتماد هستن و صحیح هستن ولی از جهت اینکه نمیتونی بگی مثلا اگه گفتن حدیثی رو تخریج کن نمیتونی بگی خب یکی از کتابایی که ازش تخریج کردم ریاض الصالحین بله برای عموم خوبه که بله از کتاب ریاض الصالحین من گرفتم ولی بهش نمیگن تخریج دیگه فقط شما کتاب رو گفتی و الا به اسم تخریج روش گذاشته نمیشه و از لحاظ علمی این یک کار علمی قابل اعتماد نیست که بشه چیزی از استفاده کرد فقط شما از گردن خودتون انداختید و گفتید که من این حدیث رو این گونه تخریج کردم یعنی از فلانی گرفتم که کتاب ریاض صالحین چون کتاب امام نووی هم هست امام نواوی این رو نقل کرده در نتیجه قابل اعتماد هست ولی خود صحیح ریاض الصالحین تخریج شده یعنی چی جدیدا بعضی از اهل علم اومدن اون ریاض الصالحین رو تخریج کردن چه کار کردن که تخریج کردن حدیثی که ریاض الصالحین بوده گفتن این حدیث در فلان و فلان و فلان و فلان با سند اومده و یا با اضافاتی ذکر شده حالا این حدیث از کجا در کدوم کتاب ها اومده این رو امام امام مسلم روایت کرده در صحیح مسلم در صحیح ابن حبان اومده در که هر دوشون اسم کتاباشون صحیح هست ببخشید دوباره این دست من خورد و عوض شده روی صحفه رفت امام نسایی در کتاب سنن سغرا ذکر کرده امام احمد ابو علا، عبد بن حمید و بزار هم در مسند اینا همه مسند دارن مسند امام احمد هست مسند ابو علا هست مسند عبد بن حمید هست مسند بزار هست که همه اینها در مسند اسم کتابشون مسنده مثلا میگن مسند احمد بن حنبل ولی امام نسائی سننه سنن نسائی داره و مسلم و ابن حبان کتاباشون اسمشون صحیح هست صحیح مسلم صحیح ابن حبان ولی وقتی کلمه اسم صحیح روش میشه روز گذاشته میشه به این معنی نیست که تمام احادیث اون کتاب صحیح است این اسمی که خودش براش انتخاب کرده و بقیه اهل در نزد خودش صحیح بوده خودش تصورش این هست که این صحیح هست امام تبارین در کتاب معجم الاوسط آورده لالکایی در شرح اصول اعتقاد اهل سنت و جماعت ذکر کرده همه اینها این حدیث رو از طریق شهاب زهری ابن شهاب زهری از طریق ایشون روایت کردن این میشه تخریج حدیث خب حالا چیز دیگری که امروز شاید برای اولین بار در درس ها خواهم گفت کتاب بحث توابع و شواهد هست اه این تابع و شواهد من این رو از روی منتر بردارم بله ببخشید خب بله توابع و شواهد چیه؟ توابع و شواهد به چی میگن؟ چه فایده ای هم داره؟ به چه میگن چه فایده ای داره ابتداعا این رو تعریف کنم کتاب تابع شواهد چی هست بعد تابع و شواهد این حدیث رو خواهیم گفت امام بخاری رحمه الله بعد از روایت این حدیث خودش میفرماید میفرماید چی ذکر میکنه میگه و رواه و یونس و صالح و معمر و ابن اخی الزهری عن الزهری میگه یه چیز دیگه روایت دیگه یه سند دیگه ذکر میکنه که این حدیث و یونس و صالح و معمر و برا پسر برادر زهری همه اینها از زهری نقل کردند یعنی این یه سند دیگه است نه اون سند اولیه یعنی اینکه این حدیث را غیر از شعیب ابن ابی حمزه کسان دیگری هم روایت کردن از زهری مانند اینایی که ذکر شده یونس و صالح و معمر و اینا همه همون سند یه سند دیگه است ولی همه اینها در نهایت میرسه به زهری و زهری هم میرسه به سعد ابن ابی وقاص وقتی که به صحابی در صحابی مشترک میشن این روایت رو که میخونیم قبل از اینکه بهتون بگم شواهد به چی میگن شواهد یعنی اینکه احادیثی که سندشون مشترکه هم در لفظ هم در معنا مشترکن ولی در صحابی مشترک نیستن یعنی احادیثی که در سند مشترکن جز در صحابی میگه میکن نقل میکنه نقل میکنه تا میرسه به صحابی رسید به صحابی صحابی دیگه است اگه از صحابی دیگری نقل کردن همون سند همون لفظ همون معنا ولی از این صحابی دیگه نقل شد این میشه شاهد تابع چیه یا توابع توابع اینه که هم در لفظ هم در معنا از یک صحابی نقل میکنه در صحابی هم متحد هستند تفاوت تابع شواهد این هست که در شواهد صحابی مختلفه در تابع مختلف نیست یکیه و سندشون اختلاف درش از جاهایی ولی در صحابی مشترکه حالا ببینیم اینا کدومشون تابع و شاهد هست که روایت این رو ببینید میگه روایت کرده که یونس از محمد بن شهاب زهری از عبد الرحمن ابن عمر از زهری در کتاب ایمان اومده نقل شده ابن حجر هم نقل کرده در تعلیق التع... در تعلیق چرا تغلیق؟ اینجا امام بخاری معلق آورده بود اونجا مسند میاره خب روایت دیگه روایت صالح ابن کیسان از ابن شهاب و زهری که امام بخاری در کتاب صحیح خودش آورده بود اون همون چیزی که ما نقل کردیم که باب قول الله تعالی در اونجا میاره چی؟ لا يس لا يسالون الناس الحافه در اون باب آورده خب روایت بعدی معمر ابن راشد از محمد ابن شهاب زهری را که امام ابو داوود آورده در کتاب سنن ابو داوود با اسناد صحیح در اونجا نقل کرده ببینیم همه منتهی میشه به که ابن شهاب زهری روایت دیگه چهارمین روایت محمد ابن عبدالله زهری مشهور به ابن اخی زهری یعنی پسر برادر زهری هست از امویش که محمد ابن شعب ظهری هست از امام مسلم نقل میشه اینم روایت چهارو این روایت هایی که ذکر شد مجموع این روایت ها شواهد هستن و توابع هستن برای این حدیث و این در حالا این حدیث صحیحه این حدیث چون در صحیح بخاری اومده صحیحه ولی اگر این حدیث در غیر صحیح بخاری اومده بود براش شواهد و توابع بیاری تقویت میشه یعنی قبولیت و صحت این حدیث رو تقویت میکنه این حدیث در صحیح بخاری اگر هم شواهد و توابع ام نداشته باشه قویه ولی وقتی شواهد و توابع براش میاد اون رو تقویت میکنه اگه در کتاب دیگه می بود مثلا اون رو بسیار تقویت میکرد و جزو راه های تقویت شدن یک حدیث به حساب می اومد. و اما بینیم سر حال راویان حدیث رو بگیم چون نگفته بودیم الان میپردازیم به راویان حدیث که کیا هستند الیمان امام بخاری از ابولیمان روایت کرده بود ابولیمان کی هست؟ ابولیمان الحکم ابن نافع البهرانی الحمسی خب حمس رو شنیدید این روزا خیلی زیاد میشنوید که در سوریه هست ابو حاتم رازی میفرماید که ایشون شخصی مورد اطمینان و راستگو میباشد یعنی وقتی که در جرح و تعدیل در مورد ایشون خوب گفته می شود یعنی سند قوی هست و قابل اعتماد امام ذهبی درباره ایشون چه میگن؟ میگویند که ایشون امام و حافظ هستند یعنی ایشون در حدیث پیشوا هستند اماما به حرفشون اقتدا میشه وقتی گفته میشه امام یعنی مورد اقتدای دیگران در نقل حدیث است و حافظ هستند یعنی حفظشون قویه حفظ سیعی ندارن که انسان بگه نکنه این شخص فراموش کرده یعنی در حفظشون مورد تعن نیست و در علم حدیث شناسی هم امام و پیشوا هست پس جای اعتماد هست ایشون امام بخاری تاریخ وفات ایشون رو 222 هجری اعلام کردن شخص دوم شعیب هست شعیب کیه؟ شعیب ابن ابی حمزه دینار ابو بشر الاموی که اسمش دینار هست در اصل شعیب ابن ابی حمزه لقبش دینار هست لقبش دینار هست که اینجا امام خلیلی العجلی ابو زرعه ابن حبان این اینا این مجموعه یکی خلیلی العجلی ابو زرع رازی ابن حبان همه اینها در موردشون میگن راستگو و مورد اطمینان است جای اعتماد هست راستگو یعنی دروغ نمیگه در نقل حدیث جای اعتماد است میشه به اون اعتماد کرد و حدیثش رو نقل کرد امام ذهبی در کتاب سیر علام النبلا ایشون رو حافظ نام برده است و میگه مورد اعتماد هست کتاب سیر علام النبلا کتاب بسیار بسیار جالبی هست در اون کتاب بیوگرافی جمع بسیار زیادی از شخصیت ها و علما و بارزین ذکر شده است چه اونایی که مورد اعتماد هستند چه مورد اعتماد نیستند چونایی که متهم بودند چونایی که متهم نبودند ولی چون اثری از خودشون باقی گذاشته اند بیوگرافیشون رو ذکر کرده با نقل قول علما هم دربارشون گفته که اینا کی هستند آیا حدیثشون قابل اعتماد هست یا نیست سیر اعلام نوبلا را سری بزنید اونایی که طالب علمند استفاده کنند حتما از این کتاب امام ترمیزی وفات ایشون رو 162 هجری ذکر کرده است و ما شخص بعدی زهری هست الزهري ابن شهاب الزهري محمد ابن مسلم ابن عبيد ابن عبدالله ابن شهاب ابو بکر الزهري این اسمشون کاملشون این هست وقتی که ابن هاشهاب رو شنیدید و ما هم در تاب و شواهد زیاد ذکر کردیم این هست شخصیت بسیار معروف و یکی از کسانی است که در علم حدیث شناسی و در علم روایت بسیار متقن مورد اعتماد هست که ایشون میگه در دروس قبلی هم دربار البته گفتیم ایشون که مورد اعتماد هست امام هست سقه هست و روایت ایشون در کتب معتبر،, معتمر، معتبر و مورد اعتماد ذکر شده است. عامر ابن سعد ابن ابی وقاص این تابعی هست ابن شهاب زهری هم به نقلی گفتن تابعی هست از تابعی هست تابعی یعنی کسی که صحابی رو دیده عامر ابن سعد ابن عبی وقاص، عامر ابن سعد ابن عبی وقاص، امام ذهبي درباره ایشون میگه ایشون شخصی امام و مورد اعتماد است، امام وثقه بوده، امام وثقه، امام وثقه این حرف امام زهبی درباره ایشون هست این فرزند سعد ابن عبی وقاص سعد ابن عبی وقاص دایی رسول الله علیه و سلام هست و از اصحاب جلیل القدر و از شخصیت های مهم مبارزی در میان صحابه است. خود عامر از جمعی از صحابه نقل کرده یعنی تابعی از صحابه نقل کرده مانند پدرشون از پدرشون نقل کرده از اسامه بن زید نقل کرده از ام المؤمنین عایشه نقل کرده از ابو هریره و از جابر بن سمره حدیث روایت کرده است و این قوتش رو بالا میبره وقتی که از شخصیت های بزرگ انچنانی روایت کرده است علمای علم رجال همگی بر جلالت قدر اون و مکانات ایشون متفقن کسی نیست در مورد مکانات علمی ایشون در مورد جایگاه ایشون در مورد اعتماد و ثقه بودن ایشون حرف دیگری رو گفته باشند امام ذهبی تاریخ وفات ایشون رو 104 گفته سوال باید پیش بیا برای شما که چرا تاریخ وفات رو نقل میکنن تاریخ وفات بسیار مهم هست در اینکه در تشخیص معاصر بودن این علما و در تشخیص متصل بودن سند اگر فرض کنیم حالا ابن شهاب زهری از آمر نقل کرده اگر فاصله زمانی تاریخ تولد ایشون وفات مثلا آمر با تاریخ تولد ابن شهاب زهری متفاوت باشه یعنی بینشون فاصله باشه مشخص یا فاصله نباشه بلکه زمانی که ایشون متولد شده ایشون فوت کرده در همون سال در نتیجه نمیشه بهش اعتماد کرد و دلیل بر انقطاع سنت هست ولی وقتی که تاریخا ها بله نشون میده احتمال اتصال سند وجود داره هم معاصر بودنشون وجود داره و بعدا برمیگرده به جاهایی که بودن در کجا زندگی کردن اگه هر دو در مدینه بودن مثلا بله احتمال اینکه بر مراقات صورت گرفته کاملا وجود داره ولی اگر کسی از این دو نفر اصلا پا به مثلا مدینه نگذاشته دیگری هم اصلا پا به اون شهری که ایشون بوده نرفته هیچگاه چطوری امکان ملاقات وجود داره در نتیجه این همیکی از موارد است به خاطر همین امام بخاری در این موضوع بسیار دقت کرده که امکان ملاقات باید خیلی بالا باشه و وجود داشته باشه نه اینکه امکان نه تنها تاریخ تولد اینها بلکه از لحاظ شهرشون از لحاظ جایی که بودند از لحاظ استادایی که ملاقات کردند با حتما این احتمال بسیار بالا باشه خب در مورد سعد ابن ابی وقاص هم میدونه سعد ابن ابی وقاص صحابی پیامبر هست سعد ابن ابی وقاص مالک ابن هیب زهری هست یکی از افرادی است که در اسلام آوردن بر بقیه پیشی گرفتند و همچنین از آن ده کسی است که پیامبر مجده بهشت به آنها داده است جمع بسیاری از اصحاب و تابعین از ایشان احادیث پیامبر رو روایت کرده اند ایشان در سال 55 هجری در منطقه عقیق وفات یافتند یعنی 55 هجری فوت کردند و صحابی جلیل القدر خب ما این گونه به انتهای این حدیث رسیدیم حدیث رو هم از سند گفتیم من این سنت ها رو شرح میدم این قضایه را در مورد بخش علمیش میگم که حد اقل با این اصطلاحات آشنا باشید اگه جای دیگه شنیدید بدونید چه فایده و کاربردی داره سری به سایت بزنید این درس و درسهای قبلی رو هم در اونجا مشاهده خواهید کرد سایت علمی شبکه جهانی نور حتما نکته نظراتون رو برای ما بفرستید پیشنهاد و انتقاداتون رو بفرستید تا در ارتقای برنامه ها از اون استفاده کنیم و به درستی بتونیم که اون چیزی که شما نیاز دارید رو در اختیارتون قرار بدیم وصل الله و بارک علی نبینا محمد و علی و صحبی اجمعین